فصل سوم. به همین طریق شما ای زنان مطیع شوهران خود باشید، تا چنان که بعضی از آنها به کلام خدا ایمان ندارند، به وسیله رفتار شما ایمان آورند، بدون آنکه شما به آنها چیزی بگویید، زیرا آنها رفتار نیک و خدا ترسی شما را خواهند دید. زیبایی شما نباید در آرایش ظاهری باشد که به آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد، بلکه زیبایی شما باید از باطن باشد. درون خود را با گوهر فناناپذیر یک روح آرام و ملایم بیارایید، زیرا این نوع زیبایی در نظر خدا ارزش بسیار دارد. به این طریق بود که زنان مقدسی که در قدیم به خدا توکل داشتند خود را زیبا می ساختند. آنها مطیع شوهران خود بودند، مثل سارا که از ابراهیم اطاعت کرده او را ارباب خطاب می نمود. پس اگر شما هم نیکوکاری کنید و از چیزی نترسید، دختران او خواهید بود. و شما نیز ای شوهران، باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد، و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک می باشند، با عزت و احترام با آنها رفتار کنید، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود. خلاصه ای برادران، یک فکر و یک دل باشید، یک دیگر را مثل برادر دوست بدارید و مهربان و فروتن باشید. بدی را با بدی و لعنت را با لعنت تلافی نکنید، بلکه به جای لعنت برکت بطلبید. زیرا خدا شما را دعوت کرده است تا برکت نصیبتان گردد. زیرا کلام خدا می فرماید، هر که بخواهد زندگی خوب و روزهای خوشی داشته باشد، باید دهانش را از حرفهای زشت و لبانش را از دروغ نگه دارد، بدی را ترک کرده نیکی کند و صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نماید. زیرا چشمان خداوند بر نیکان است و گوشهای او آماده شنیدن دعاهای آنها، اما از بدکاران روی گردان می شود. پس اگر شما به انجام آنچه نیکو است اشتیاق دارید، چه کسی به شما آسیبی خواهد رسانید؟ اما اگر به خاطر نیکوکاری رنج می‌بینید، خوشا به حال شما. از تهدیدات مردم نترسید و نگران نباشید، اما ترس مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید. و اگر کسی علت امید شما را می‌پرسد، همیشه آماده جواب باشید، البته با ملایمت و احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد، تا حتی اگر به شما توهین می‌شود، کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما بد می‌گویند، از گفته خود شرمنده گردند. زیرا اگر خواست خدا بر این است که شما زحمت ببینید، بهتر است که به خاطر نیکوکاری باشد، نه برای بدکاری. مثلا خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. او از لحاظ جسم کشته شد، اما از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد. و در روح به نزد ارواح محبوس رفت و به آنها بشارت داد. اینها همان کسانی بودند که در آن وقت که نوح به ساختن کشتی مشغول بود و خدا با صبر و حوصله انتظار می کشید، اطاعت نکردند. عده‌ای کم، یعنی 8 نفر، از آب گذشته جان سالم به در بردند. این آب نمونه تعمیدی است که اکنون شما را نجات می بخشد. منظور من شستشوی کثافات بدنی نیست، بلکه بیان کننده آرزوی وجدان پاکی است که مشتاق دیدن خداست و به وسیله رستاخیز مسیح نجات می یابد. او به عالم بالا رفت و در دست راست خداست و تمام فرشتگان
و قوتها و قدرتهای آسمانی تحت فرمان او هستند.